خب دوستان عزیز، متاسفانه در جنوب قفقاز دوباره داره یک جنگ دیگه ای رخ میده. من نقشه جنگ آذربایجان و ارمنستان رو ببینیم، تقسیمات مرزی که خب قره‌باغ رفت برای جمهوری جعلی باکو. به نظر من ما در این داستان انفعال داشتیم، خوب عمل نکردیم. ما در جنگ قره‌باغ بایستی در نهایت پشت ارمنستان وای میستادیم، نه بابت اینکه ارمنستان حق تاریخی دارد یا ندارد که معلومه ندارد، اصلا کل این منطقه واس ماست، جمهوری جعلی باکو هم حقی ندارد، همش واس ماست. منتها از نظر تاکتیکی و واقعا از نظر بحث مهم ژئوپلیتیک منطقه ما بایستی از ارمنستان دفاع میکنیم، به خاطر مسئله سیاسی حتی، چون اسرائیل پشت جمهوری جعلی باکو بود. به هر حال نقشه رو دارید میبینید و قره‌باغ کلش رفت برای متاسفانه آذربایجان، بخشای گستردهش رفت برای آذربایجان. الان بخش های مرزی ما با ارمنستان که استان سونیک هست، این استان سونیک تنها باریکه ای از ما هستش که ما الان مرز جغرافیایی، مرز زمینی داریم با ارمنستان و شما جمهوری خودمختار نخجوان هم که میدونیم مال جمهوری جعلی باکوه و هژمون جریان عثمانی برنامه داره که این استان سونیک رو از آن خودش بکنه که بتونه که کلن مرز زمینی ما با ارمنستان رو ببنده و پدر ارمنستان هم از این نظر در بیاره که دیگه در جنوب و در حالا بخشای گسترده دیگه هیچ ارتباطی نداشته باشه، فقط از نظر شمال بتونه فقط با گرجستان همسایه باشه، یعنی از سمت شرق و غرب و جنوب همش بشه دیگه یا آذربایجان یا ترکیه و تحت محاصره جریان عثمانیسم قرار بگیره و فقط راه در رو ارمنستان همونطور که میبینید بشه گرجستان. خب این برای ما خیلی نگران کننده است. ما قبلا هم هشدار داده بودیم، آقای خامنه ای هم با وجود اینکه من خب انتظار داشتم در مورد جنگ قره‌باغ یه خورده نگاه محکم تر باشه، ولی آقای خامنه ای تو همون نگاهی هم که بیان کردن که حالا من 100% با اون نگاه همراه نیستم، ولی همونجا هم هشدار دادن که آقا جان مرزهای بین المللی نباید تغییر کنه. الان اتفاق تلخی که داره میاد میفته رصد کردن جابجایی تجهیزات نظامی ترکیه است و این تجهیزات نظامی خیلی جالبه بدونید، بخش قابل توجهشون در جنگ ادلب استفاده شده توسط تروریست‌ها، یعنی گسیل دادن تروریست‌های ادلب سوریه به سمت جمهوری جعلی باکو هستش که برای جنگ استان سونیک خودشونو آماده کنن که استان سونیک هم مرز با ما هست و استان سونیک رو بتونن بگیرن که و از این طریق به صورت زمینی پل‌های ارتباطی رو بین نخجوان و جمهوری جعلی باکو هم بتونن متصل کنن و کلن مرز بین المللی رو بخوان جابجا کنن که این خط قرمز کشورمونه. اون موقع هم که یه اتفاقاتی داشت میافتاد، ارتش ما از قزوین بلند شد رفت اونجا، حالا میگم قزوین یه وقتی دوستان جمهوری جعلی باکو و اینا نترسن، کاری نداشت، فقط پایگاه نظامیشون اونجاست، کاری دیگه نمیخواستم کنن، بعد از قزوین بلند شدن رفتن آذربایجان بابت این بود که مرزهای بین المللی تکون نخوره و تغییر و دستخوش تغییر نشه. خب الان اتفاق تلخی که ما داریم مشاهده میکنیم، عکسای فراوانی اومده، حالا تو این برنامه نمیخوام نشون بدم، پررو میشن جریانات پان ترک، ولی تسلیحات نظامی گسترده‌ای داره جابجا میشه که رصدی که رو این تسلیحات نظامی دوستان داشتن و بررسی کردن و در تیم رودستم یه نگاهی بهشون انداختیم، با بررسیایی که انجام شد دیدیم که اینها دقیقا همون تسلیحات نظامی هستن که از استان ادلب سوریه به این سمت اومدن و جابجا کردن و اینها رو گسیل دارن در این سمت و میخوان یک جنگ بزرگی رو علیه مردم ارمنستان در استان سونیک که خط قرمز ماست، یعنی استان سونیک رو اگر بخوان اینا دستخوش جنگ بکنن بی برو برگرد، جمهوری اسلامی باید حضور جدی نظامی داشته باشه و در اینجا اجازه نده مرز بین المللی دستخوش اون نگاه توسعه طلبانه یا آقای اردوغان قرار بگیره و بخوان برای ما امپراتوری عثمانی را بندازن. در این منطقه ما یه امپراتوری میشناسیم و اونم امپراتوری ایران بزرگه و به یاری ارومزایی شکل خواهد گرفت و ما این امپراتوری که صحبت می‌کنیم امپراتوری بخشی تمدنی است و ما به مانند یک پدر در منطقه هوای تمامی بخشا رو داریم، ولی خب نگاه عثمانی یک نگاه واقعا توسعه طلبانه دیکتاتوری و یک نگاه خطرناکیه و اجازه نباید بدیم که حداقل مرز بین المللی با ما ارمنستان و با ما رو بخواد مثلا دستخوش تغییرات کنه. من چیزایی که اینجا یادداشت کردم، خب دارن حرکات گسترده ای میکنن، متاسفانه این بار خیلی هوشمندانه دارن کار میکنن، احتمالاً جنگو بخوان یک ماه دیگه آغاز بکنن که یک مقدار بحثای انتخاباتی در ایران داغ باشه، چون اگر حواستون باشه جنگ قره‌باغ که
جمهوری جعلی باکو بعد از 20 سال دوباره استارتش رو زد، این جنگ در وسط بحبوحه انتخابات 2020 آمریکا بود. من ببینم دوستان همه هستن، دم همگی گرم، بله همه چی اوکی. در اوج بحبوحه انتخابات 2020 آمریکا بود، جهان داشت نگاه میکرد به انتخابات آمریکا و اینا اومدن اون جنگ رو راه انداختن. حالا چون اینجا بحث مرز بین المللی با ما مطرحه، اینا میخوان موقعی جنگ را بندازن که ماها درگیر سعید محمد و جلیلی و چه میدونم کاندیداهای اصلاح طلب و ماها داریم تو سر کله هم میزنیم، اینا بیان اونجا مرز زمینی رو بخوان از آن خودشون کنن و مرزهای زمینی بین المللی ما با ارمنستان رو برای همیشه نابود بکنن. این خیلی خطرناکه، این خیلی خطرناکه. ارتش ایران نباید اجازه بده، یعنی اگر دیدید که جمهوری جعلی باکو با کمک ترکیه و تروریستای ادلب میخوان واقعا دیگه اقدام میکنن، دیگه جون مادرتون دارم خواهش میکنم این بار دیگه انفعال به خرج. من جز آدمایی نیستم یه جا اگر حکومت اشتباه کنه، چون اشتباه بخشی از زندگی است، این آقا تمام شد دیگه، گروه بابای جمهوری اسلامی شروع کنیم فحش دادن، نه مسائل هم خوب میدونیم، آلترناتیوی هم این نظام نداره، ما نگران تأمین منافع ملی ایران هستیم، با هر حکومتی که روی کار باشه ما یک نگاه ملی عمیق داریم. اون قضیه تموم شد، انفعال به خرج دادیم، درس بعد بگیریم از اون قضیه. اگر الان بخوان دوباره در بحبوحه انتخابات 1400 ایران بیان و یک اقدامی بکنن، ایران بایستی محکم آماده باشه و اجازه نده که مرزهای بین المللیش به خاطر نگاه‌های توسعه طلبانه اردوغانیسم بخواد دستخوش تغییر بشه و بایستی محکم و سخت و بسیار سریع جواب بدیم و در اینجا باید در کنار ارتش ارمنستان اجازه ندیم که استان استراتژیک و بسیار مهم سونیک به دست جمهوری جعلی باکو بیافته. این مسئله رو من واقعا دارم هشدار میدم و امیدوارم که الان باز نگاه میکنم دیگه مورد دیگه ای نیستش که یادداشت کرده باشم که بخوام بگم و نه، به جز این که فقط از الان که مونده تا انتخابات ما با همین تحرکات کوچیکی که تسلیحات نظامی ترکیه داره تو منطقه ایجاد میکنه، از همین الان ما بایستی چندین پایگاهامون رو بیشتر بکنیم، نیروهامون رو بیشتر کنیم و باید یک بخشی از عزیزان ارتش، سپاه، هر کی هست، نیروهای نظامیمون رو الان ببریم به سمت مرزهای خودمون، مرزهای زمینی خودمون با ارمنستان، که در صورت اینکه اگر احساس کردیم جنگ آینده که جنگ در استان سونیک ارمنستان هست داره آغاز میشه، به یاری خدا خیلی محکم وایسیم ورود بکنیم. و من در مورد همین قضیه، حالا انقدر باور کنید وقتم تنگ شده و انقدر درگیری‌های گسترده زندگی و بالاخره بخش اقتصادی، چون واقعا متاسفانه جمهوری اسلامی به من پول نمیده و امکانش نیست بخوادم بده، نه خودشون این آخوندا آب از دستشون میچکه که به ما پول بدن، نه اگر بخوام بدن اصلا امکانش هست، من واقعا از هیچ دولتی من پول نمیگیرم، مجبورم کار کنم و شرط بوروکراسی اداری و زندگی و اینا انقدر سخته که نمیرسم بیشتر از این باشم، هرچند الان همین حضوری که دارم علاوه یک رسانه‌ای که داریم از نظر فنی یک تنه بالاخره جلو می‌بره، ولی از نظر محتوایی خوشبختانه امروز ده‌ها تن در اتاق فکر ما دارن به ما کمک می‌کنن، ولی به هر حال همین الانش هم واقعا چیز کرد، تمامی پایگاه‌های دشمن رو تسخیر کردیم از نظر روانی. ولی دوست دارم خیلی بیشتر باشم، لایو اینستاگرام بذارم، در این موارد بیشتر صحبت کنیم، ولی متأسفانه نمی‌رسم دیگه و خیلی نگران مسئله ترکیه هستم، جنگ جدیدی که قراره در جنوب ارمنستان رخ بده هستم و امیدوارم که این هشدار منو خیلی از نیروهای وطن پرست در درون جمهوری اسلامی جدی بگیرن. عزیزان ارتش، عزیزان سپاه، اجازه ندید مرزهای بین المللی ما، حداقل طبق گفته آقای خامنه ای، اجازه ندید. آقای خامنه ای هم این قضیه رو هشدار دادن، گفتن مرزهای بین المللی نباید جابجا بشه. این یعنی مشخصا نگاه آقای خامنه‌ای در اینجا در منظورشون استان سونیک ارمنستان بود که با ما هم مرزه. اجازه ندید که جنگ استان سونیک آغاز بشه و بخوان خدای نکرده به این واسطه مرزهای زمینی رو وردارن و در اینجا بخوان یک کریدور خیلی بزرگی برای خودشون را بندازن بین حالا قره‌باغ و جمهوری جعلی نخجوان، چون جمهوری جعلی نخجوان همش واسماس و به یاری خدا در آینده ببینید اینا مشکل دیگه نه، آخه چرا باید مثلا اینجا یه کوچولو مثلا جمهوری خودمختار نخجوان باشه، یا چرا کوههای آرارات باید الان دست ترکیه باشه؟ میدونین اینا خیلی ناراحت کردن، مثلا یه باریکیس اینجا، این آرارات نکنه اینجا ترکیه است، حالا تو رنگ زرد میبینید دیگه، تو نقشه دیده نمیشه، یه باریکی از
کوههای آرارات و اینا رو الان دست ترکیه است. خب آخه چرا واقعا اینا آدمو ناراحت میکنه؟ به خاطر واقعا یه سری بی‌عرضه‌گری ها در دوران قاجار و اینا، یه سری اتفاقات تلخی که در تاریخمون گذشته. ببینید یه اشتباهاتی شده در تاریخ، متاسفانه بحث سرزمینی یک مقدار دستخوش تغییرات غلط شده، حالا بعد اینا اصلاح بشه. ما بهش میگیم دکترین اصلاحات سرزمینی. اصلا در آینده یک مقدار که زور و بازومون اضافه تر شد، کشور یک دسته شد، رفت به سمت اقتدارگرایی، این فرهنگ بسیار بسیار مهم دموکراسی غربی، این فرهنگ بسیار مهم جمهوریت و انتخابات، اگه به یاری اهورامزدا چنجش کردیم با فرهنگ ایرانی اصیلتر پادشاهی، حالا در قالب ولایت فقیه، این ولایت فقیه در حقیقت هسته پنهان پادشاهی ما در درون جمهوری اسلامی بوده. در آینده حکومتمون هم که ایرانی تر بشه پادشاهی، و حالا به جای یک فردی که مثلا بهش بگیم رئیس جمهور، نخست وزیر بتونیم، کشور یک دست تر بشه، یک مقدار در حوزه اقتصاد فائق بیاییم و مردممون به رفاه برسن، بایستی خیلی محکم بر اساس حالا یک سری کارهای حقوقیشو بعد انجام بدیم، بعد از کارهای حقوقی بعد کارهای نظامیشو استارت بزنیم برای اصلاحات سرزمینی. و به نظر من معنی نداره جمهوری نخجوان اونجا به این شکله، کوههای آرارات دست ترکیه است و اصلا قره‌باغ. اینا میبینی یه سری اتفاقاته که حالا اینا رو در آینده در اتفاق بزرگ و آرمان بزرگتر بایستی اینها در اصلاحات سرزمینی زمینه خاک مقدس و ورجاوند ایران بشه. و اینهایی که من میگم نه شوخیه، نه مثلا نگاه توسعه طلبانه است، اینها نیاز آینده و نسل آینده است. به خاطر اینکه بخشهای گسترده از آبهای ایران، حالا تو بخش دیگه این صحبت ها رو به یک شکل دیگه باید تکرار کنم، بخش گسترده از سرچشمه آبهای ایران در کشورهای در همون سرزمین‌های مادری ماست که امروز بیرون جغرافیای سیاسی ماست، مثل این بخش‌های ترکیه، اینا همه مال ماست. این بخش‌ها در نقشه اینا سرزمین مادری ماست که امروز بیرون این خط سرزمینی، این میشه جغرافیای سیاسی فعلی، بیرون جغرافیای سیاسی فعلی ماست. برای همین ما برای اینکه نسل آیندهمون آب داشته باشه در یک جنگ آب گسترده میافتیم و این سرچشمه ها در سرزمین ما نیست. ما مجبوریم به هزاران دلیل، و مهمترین دلیلی که عنصری که انسان در وجودش داره در حقیقت سلول بقاست، برای بقا، بقای ایرانیان عزیز در تمامی سرتاسر گیتی مجبوریم این اصلاحات سرزمینی رو شکل بگیریم. حالا بعضی هم میخواید بگیر آقا در دنیای امروز نمیشه فلانه، ما دنبال نگاه های توسعه طلبانه ملیگری، نه برید جلو بوقتون رو بزنید، اصلاحات ملی نمی کنم. در آینده تمام سرچشمه های آب ما در این سرزمین های مادریه که امروز بیرون جغرافیای سیاسی ما مونده، که متاسفانه با فتنه انگلیس، با فتنه استعمار کلاسیک و بی‌عرضه‌گری سران مملکتمون در دوران قاجار و اینا بیرون از سرزمین و جغرافیای سیاسی امروز ما قرار گرفتن. اینا باید به مام وطن زمیمه بشن و ما اینو زمیمه خواهیم کرد. تو این زمین هم شوخی نداریم. من تا اینی که دارم میگم برای دو سه دهه دیگه است، ولی فعلا باید حواسمون جمع بشه این بخش از مرز با ارمنستان و ترکیه فعلا نیادش و اینا بالاخره بکشه بالای آبم روش. حواسمون باشه که این لقمه برای اردوغان، ببین این لقمه براتون خیلی بزرگه، باور کنید این سری اجازه نخواهیم داد. در همین حوزه رسانه اینقدر کار میکنیم و ارتش ایران و سپاه رو بالاخره اینقدر میایم و پروچیز میکنیم، به قول معروف برنامه سازی میکنیم، و اجازه نمیدیم که این سری افکار عمومی از این قضیه بخوان راحت رد بشن. و این بخش استان سنی که ارمنستان، این لقمه دیگه خیلی گنده تر از دهنتونه، تو گلوتون گیر میکنه، به یاری خدا تو گلوتون گیر میکنه و خواهید دید. و شاید اصلا این جنگی که شما میخواهید در یکی دو ماه آینده راه بندازی زمین سازی شد برای اینکه ایران به خودش بیاد و استارت بزنه اصلاحات سرزمین ها، حداقل در اون بخش قفقاز جنوبی، و به یاری خدا ما بتونیم قفقاز جنوبی رو یک بار دیگه از آن مام وطن کنیم. پاینده باشه. در اینجا من بایستی، چون یک بزرگ مردی در قفقاز شمالی همواره عاشق ایران بود، گوهردادایوف، که واقعا سالها جنگی در چچن، که چچن میدونی اینا یادگاران ساسانی ما بودن، بهشون میگفتن سسن، و یاد خاطره فرمانده بزرگ گوهردادایوف که سالها جنگی در چچن که بتونه چچن رو یک بار دیگر بخشی از خاک مقدس ایران کنه، گرامی باد. و اون در قفقاز شمالی بود، ولی حالا فعلا ما قفقاز جنوبی رو جمع بکنیم این جنگ ها رو، و در آینده در بخش های قفقاز شمالی هم باید یک سری نگاه های جدی تری بکنیم. پاینده ایران، شب و روزگار خوش، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.